برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر دوشنبه ساعت 7 شب از تایم تیوی. سلام خدمت بینندگان عزیز، من دکتر جواد نفیسی هستم و در برنامه های هفتگی درد دل روان روزهای دوشنبه دنبال صحبت هفته پیشمون رو ادامه میدیم. در جلسات قبلی من به توجه بینندگان گرامی آوردم که در درون روان موقعی که صدمه خیلی زود در زندگی صورت میگیره، خصوصا در 3-4 سال قبل از 4 سالگی، در درون روان درد خیلی شدیدی ایجاد میشه و اون سبب خشم شدیدی میشه و اون خشم شدیده که موضوع صحبت بحث امروز ماست. چون همونجوری که بینندگان گرامی اطلاع دارن، در عرض این چند ماه گذشته روزی نیست که ما تلویزیون روشن بکنیم یا به اخبار گوش بکنیم و صحبت از کشت و کشارهای خیلی فجیع در شهر ما یا در شهرهای دیگه در داخل آمریکا نباشه و ما میخوایم روی این خشم بشری نگاه کنیم و اگر بتونیم یه نتیجه گیری بکنیم که چی کار میشه کرد که این جامعه ما اینجوری از خشم افراد جامعه صدمه نبینه. اگر خاطر بینندگان گرامی باشه، من گفتم موقعی که این خشم به علت درد شدید که در مرکز روانی ایجاد شده به علت قطع اون رابطه عاطفی ایجاد شد، این خشم بلافاصله یک لایه از احساس گناه با خودش داره. البته من صحبت اشخاصی رو نمی کنم که اصلا هیچ احساس مثبتی درشون نسبت برای بشر دیگه نیست. اونا مثل حیوان میمونن و به صورت سایکوپات هستن و در درون روان اونها هیچ رابطه عاطفی هیچ موقع ایجاد نشده که ایشون بتونن احساس بشری داشته باشن. متاسفانه تو هر جامعه یک مقدار از این افراد سایکوپات هست. ولی تمام این قاتلینی که ما میبینیم همشون سایکوپات نیستن و یه عده زیادی از آنها افرادی هستن که در درونشون احساس گناه خیلی قوی هم وجود داره و همه اینها مدفون شده در قسمت ناآگاه و متاسفانه قبل از اینکه اینها بتونن درمان بشن و این احساسات رو حس بکنن و خودشون رو آزاد بکنن از این نظر، این احساسات به یه صورتی خودشون رو به قسمت عمل کرد نشون میدن و به صورت افراد جانی سبب قتل عده زیادی از افراد دیگه جامعه میشن. و من خودم شخصا اخیراً هیچ یادم نمیاد شبی رو که فرض کنید CNN یا یک برنامه تلویزیونی رو نگاه کرده باشم که به یه صورتی یک صحبتی از این کشت و کشارها نبوده. و سوالی که برای ما پیش میاد این که چطوره که در قوی ترین کشور دنیا، پیشرفته ترین کشور دنیا که تقریبا در همه رشته های علمی، پزشکی، روانشناسی بهترین تو دنیا، چطور میشه که وقتی که میرسه به کنترل افراد کشورش اینجوری فلجه
که پیشگیری بکنه از این قتل‌هایی که به صورت زنجیره‌ای داره صورت میگیره و اینقدر افراد بیگناه کشته میشن. مثال اخیر این نوجوانی است که با هفت‌تیر میره به مادر تیر میزنه، به پای مادر تیر میزنه، بعد همراه مادر توی کالسکه یک طفلی بوده و بعدن تیر میزنه تو صورت این طفل و طفل رو در جا میکشه. و این مادر یه پسر دیگه هم داشته که در 18 سالگی با ضربه چاقو به قتل رسیده. در نشه میبینیم که این زندگی این مادر که دو تا فرزندش رو از دست میده اینجوری چه زندگی دردناکی خواهد بود. و ما حالا جنبه قضاییش و دادگاه و پلیس و اونها رو بذاریم کنار، میخوایم ببینیم آخه چطور میشه که یه بشری میتونه اینجوری قسی القلب بشه و اینجوری قاتل بشه در سن نسبتاً پایین. این نوجوانیان یه وجه اشتراکی دارن که بدون استثناء موقعی که ما در کودکی اونها نگاه میکنیم همشون ضربات خیلی شدید دیدن و متاسفانه عده زیادی از آنها مورد تجاوزهای جسمی، جنسی و روانی قرار گرفته بود. در اغلب اونها ما یا پدری نمیبینیم به اون صورتی که پدری کرده باشه، یا اگر پدری هم پیدا شده بوده خیلی پدر ظالم و قسی القلبی خودش بوده. در مورد مادران اونها هم رابطه عاطفی مادر و فرزندی جایگزین نشده بوده و نتیجتاً اینها یک قسمت خشمگین خیلی خیلی شدید دارن با یه احساس خشم مرگباری که متاسفانه اونها رو به عمل منجر میکنن و سبب قتل یک عده افراد بیگناه میشن. و وقتی بیشتر نگاه میکنیم میبینیم اگر اینکه به خانواده آنها نگاه بکنیم، وایلنس و خشونت در خانواده ها بوده، گاهگاهی بیماری های مزمن جسمی و روانی در آنها دیده میشه، گاهگاهی بیماری های مثل اسپرگر یا اسکیزوفرنیا یا بایپولار، بیماری هایی که جنبه ژنتیک هم داره دیده میشه. بعضی مواقع میبینیم که حتی در دوران حاملگی مادر اونها با اونها اشکالاتی به وجود اومده یا هنگام زایمان اشکالاتی پیش اومده. میبینیم که از نظر تغذیه و محیط همیشه به صورت ناسالمی بوده در بعضی ها. و بزرگترین عامل، عامل فقر عاطفی است. نه تنها فقر مادی، فقر مادی کمک میکنه، ولی فقر عاطفیه که این آنها رو اینجور ظالم میکنه و اون احساس بشری رو از دست میدن. حالا میخوایم ببینیم که چجوری میشه که اینها میتونن انقدر راحت مادری رو تیر بزنن، بچه‌ای رو تیر بزنن، یا کسی رو به صورت خیلی وحشیانه از بین ببرن. نمونه دیگری که هنوز که هنوز صحبتشه این جوان 20 ساله ای که 20 تا شاگرد رو تو سندی هوک کنتیکت کشت و 6 تا بزرگ سال 26 نفر رو به قتل رسوند، خودش هم کشت، مادرش هم کشت
و موقعی که زندگی اونو نگاه میکنیم میبینیم که صدمات زیادی از نظر روانی به اون خورده بوده و این موضوع کشتن و قتل یه چیزی بوده که مدت‌ها تو فکر ایشون بوده و یه حالت رقابت هم پیدا کرده بودن با اون کسی که 77 نفر رو کشت در اروپا تو کشور اسکاندیناوی بود و ایشون هم با رقابت سعی کرد حد اکثری که میتونسته بکشه و دیدیم که مادر به اینکه ایشون رو تعلیم بده و با اسلحه ایشون رو آشنا بکنه و ببره برای تعلیم تیراندازی رول مهمی داشته، ولی با همون هفتیرها و با همون فشنگها و با همون تعلیمها خود جون خود مادرم گرفت، که اینجاست که میگه از ماست که بر ماست. اون چیزی که جای تأسف این که با اینکه آمریکا در حال حاضر بیشترین اتاقهای زندان و تختهای زندان رو در دنیا داره، با همه این احوال جانیانی که بیرون زندانن بیش از بقیه نقاط کشور هستن و کشت و کشاراشون خیلی خیلی فاجعه انگیزه. حالا میخواییم ببینیم که چطور میشه که یک جامعه اینطور تبدیل میشه به یه محیطی که آنچنان وحشت‌هایی توش به وجود میاد و چطور میشه افرادی از این جامعه اینجور جانی و جنایتکار میشن و به عبارت دیگه چگونه میشه یه آدم جانی ساخت، جنایتکار ساخت، قاتل ساخت. اگه ما بخوایم رسیپی اینو بهش نگاه کنیم، دستورالعملشو، اولش از اونجا شروع میشه که رابطه عاطفی نوزاد با مادر به طور زودرس قطع بشه. اونجا نطفه خشم شروع میشه از اونجا. و بعد از اونم صدمات روانی یکی بعد از دیگری و همچنین خشونت‌های عاطفی و خشونت‌های جسمی دست به دست هم میده و این در درون این افراد یک خشم کشنده‌ای رو به وجود میاره. در ضمن محیطی هم که این افراد بزرگ میشن درش، محیطیه که پر از کشت و کشار و جنایت و قتل است و در نتیجه حتی اگر روان اونها هم یه احساسات بشری داشته باشه، بعد از یک مدتی بی‌حس میشه و براشون عادی میشه، به اصطلاح دیسنسیتایز میشن، چون انقدر دیدن دیگه جون بشر براشون ارزشی نداره و کشت و کشارها رو بدون هیچ احساسی میتونن شاهد بشن و یا اینکه میتونن خودشون اجرا کننده این احساس خشمگین بشن. و برای من خیلی جالب بود که همین اخیراً داشتم برنامه CNN رو نگاه میکردم و در مورد یک شیری توی باغ وحش صحبت شد که این شیر به یه صورتی از قفسش اومد بیرون، در باز مونده بود، یه اشکالی شده بود
و یه دختر خانومی که اونجا کار میکرد این شیر رفت و گردنش رو گرفت و ستون فقرات رو در گردن شکست و این دختر خانم رو در باغ وحش کشت. همون موقعی که این برنامه داشت پخش میشد توی یک کانال دیگه تلویزیونی صحبت یک خانم این رو میکرد 32 ساله یا 33 ساله به اسم جودی آریاس که محاکمه اون 18 روز در جریان بود و ایشون 3 سال قبل رفته بودن توی آپارتمان دوست پسرشون موقعی که اون توی وان بود داشت خودشو میشست با هفتیری که مال خود اون بود یه تیر میزنن تو صورتش بعد از اون میرن یه چاقو میارن و 27 یا 29 بار بدن اینو این جوون رو سوراخ سوراخ میکنن با چاقو. سوالی که برای ما پیش میاد اینه که اون شیری که از قفس در رفته بود اون زن رو کشت تو باغ وحش با یک حمله و شکستن گردنش. اون یه خشم که ما بهش میگیم خشم حیوانی، ولی وقتی اون خشم رو با این خشم خانم جودی آریاس مقایسه بکنیم که اول تیر میزنه و بعد 27 دفعه چاقو میزنه، میبینیم که این خشما با هم فرق داره. به عبارت دیگه اگه ما به این خانم جودی آریاس بگیم خشم حیوانی داره، به اون شیر بی احترامی کردیم، چون اون شیر سریع کشت و رفت دیگه. ظالمانه 27 تا چاقو به جسد اون مرد نزد. البته این موضوع الان در دادگاه صحبتشه و ما موضوع قضاییشو میذاریم کنار، ولی اون روانشناسی که روانشناس قضایی بوده توی امور قضایی وارد بوده که ایشون رو 12 بار دیده بوده، ایشون به این نتیجه میرسه که تیر اولی رو که زده قصد داشته، ولی بعدن اون ضربه های چاقو همش به خاطر اینه که از خود بی خود شده بوده، یعنی پست تروماتیک استرس دیزوردر دیده بوده داشته موقعی که میبینه که تیر میزنه به صورت دوست پسرش و میگه تمام اون قسمت ایشون آگاه نبوده که چی کار میکرده. البته خود ایشون هم گفته که هیچ حافظه هیچ چیزی به خاطر نمیارن از اون موقعی که مکرر ایشون رو چاقو زدن. حالا از نظر روانشناسی و روانپزشکی امکان هست که کسایی دیسوشیت بکنن و از خود بی خود بشن و یک کار را عملی بکنن، گرچه در مورد ایشون به خصوص بعید به نظر میرسه، چون ایشون یه سابقه همینجور پشت سر هم دروغ گفتن و منکر شدن داشتن و اگر بینندگان گرامی ایشون رو دیده بودن تو دادگاه که از تلویزیون پخش میشد، اولا خیلی خانم باهوشی به نظر میرسیدن، جوابها رو همه رو خیلی خوب میدادن، ولی تمام جوابهای ایشون از احساس و عاطفه تهی بود، مثل اینکه یه دونه ضبط صوت داشت جواب میداد، هیچ احساس و عاطفه ای ما در ایشون نمیدیدیم. منظور از این موضوع اینه که اگر ما بخواهیم یه جامعه رو از چنین فاجعه هایی نجات بدیم و جلوگیری کنیم، باید برگردیم به هسته و ریشه مرکزیش. فقط کنترل کردن اسلحه‌های گرم و مسلسل و توپانچه و هفتیر کافی نیست. مادام که این خشم مرگبار و کشنده اونجا هست و
ما باید کمک بکنیم به افرادی که احتیاج به درمان دارن که با این خشم آشنا بشن، تجربه بکنن و کنترلش بکنن بعداً و به عمل نیاورن. متاسفانه در حال حاضر برای هر کسی دسترسی پیدا کردن به یک هفتیر آسان‌تره تا اینکه دسترسی پیدا کردن به یک روانپزشک خوب و یا روانشناس خوب برای درمان، و هزینه درمان هم به مراتب بیشتر از خرید یه اسلحه گرم. و مادام که ما انرژیمون رو صرف درمان این افراد نکنیم، فقط اسلحه رو گرفتن از دست اونها کافی نخواهد. در اینجا من با بینندگان گرامی خداحافظی میکنم و به خاتمه برنامه رسیدیم و روز شب خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر دوشنبه ساعت 7 شب از تایم تیوی.